رادیو همراه. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. اگه بخواید انقدر آهسته صحبت کنید ما شما رو نمیشنویم. الان صدام بهتره؟ از کجا تلفن میکنید؟ الان بهتر شد. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. بفرمایید. و در مورد خانواده‌ام میخواستم که ازتون سوال بپرسم. بفرمایید. آقای دکتر، پدر مادر من خیلی آدمای عاطفی و کیرینگی هستن. خب من از بچگی توی خانواده بزرگ شدم که خیلی عاطفی هستن، هم مادرم هم پدرم خیلی با محبت، همیشه با محبت بزرگ شدم و همیشه. شما چند تا فرزند هستید؟ ما دوتایی، یه خواهر 4 سال بزرگتر از خودم دارم و خودم 30 سالم دارم. یعنی خواهر 34 سالن و شما 30 ساله؟ بله. و هنوز خانه هستید یا بیرون آمدید تو یا ازدواج کردید؟ نه، من تو با پدر مادرم زندگی میکنم. خواهر بزرگتون چی؟ من PhD دارم و الان مشغول به کار هستم یک بیمارستان دولتی. خب ولی خواهر چی؟ ایشون هنوز تو خونه هستن یا بیرون هستن؟ خواهرم ازدواج کردم، منتها هنوز یعنی عقد کردن، هنوز توی خونه پدر مادرم هستن ایشون. بسیار عالی. خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ مشکل با پدر مادر مهربونتون چیه؟ آقای دکتر، الان مشکلی که من دارم در واقع میخواستم این رو بپرسم که اصلا مشکل هست یا خیر. پدر مادر من از نظر من یک مقداری بیش از اندازه مضطرب هستند، مخصوصا نسبت به من و خواهرم، و احساس مسئولیت بسیار زیادی دارند. یعنی چی احساس مسئولیت بسیار زیادی؟ یعنی چی؟ چون بسیار از وقت ممکنه مضطرب باشن، مسئولیت نیست، کنترل مالکیت دخالته. نه من اونا رو نمیدونم، وابستگی است، همه چیز. به من بگید چگونه الان در این سنینی که شما هستید یا با شما یا خواهر یا فعلا با خودتون چه میکنن که شما نسبت بهش سوال دارید یا مسئله دارید؟ مثلا آقای دکتر، من الان توی این سن خیلی علاقه دارم به این که جای مختلف برم، مسافرت های مختلف، شهرهای مختلف، چه تو ایران چه خارج از کشور، ولی هر زمانی که این رو مطرح میکنم باهاشون متاسفانه بسیار مضطرب میشن از اینکه من بخوام به تنهایی مسافرت برم یا همراه با دوستانم به مسافرت برم. و خب که مقدار زیادی عادیه. نه سب کنید. شما در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید، یه دختر 30 ساله هستید، این که میخواید مسافرت برید، اولا موضوعش این هست که با کی یا چه کسانی و به چه نیت و قصدی میخواید برید سفر. این طرفش. این که شما من بگید اونها مضطرب و نگران میشن، خب بسیار از وقت شما از خونه هم که میرید بیرون هست. این که نمیدونن چه اتفاقی میفته شبها، شما کجا چگونه میخوابید، چه خبر از دوربرتون، چقدر خب همه ابهامیست برای اونا، به محبت و مهربونی هم ارتباط نداره. بعدم خود شما به اشاره کردید که اصولا آدم های مضطرب و نگرانی هستن. خب یه آدم مضطرب و نگران که راحت نیست که دختر شخصا شما یه جمله هم بودید خارج از ایران سفر برید، دخترش برگرده بگه که من مادر پدر میخوام 10 روز برم مثلا اروپا. خب اصلا این معموله. به من بفرمایید از 100 تا خانواده ایرانی 95 تاش همچی درخواستی دختر 30 سالشون نمیکنه که عادی و معمولی هم باشه. حالا اونا مضطرب و نگرانه من نمیدونم، ولی این چیزها موضوعی نیست که پدر مادرای ایرانی برای دختر جوانشون که همسر نداره راحت باشه. بله با کی میخواید برید؟ مشکل من اینه که چرا. خب این اصلا اگر خب من پسر بودم این مشکل شاید برای معلومه فرق میکنه نداشت. خب معلومه نصب کنیم جو بیستیم. من نمیدونم کی به شما مدرک پی اچ دی داره. ممکنه شما من بفرمایید که
اگر فرض بفرمایید شما دو تا بچه داشتید 18 ساله، یه پسر 18 ساله، یه دختر 18 ساله، دو قلو بودن، اینا شب دیر میامنن، شما نگران پسرتون بودید یا دخترتون بیشتر؟ واقعیت ها واقعیته. اگر یه خانمی دمه در یه خونه بیسته یا آپارتمان بیسته، مرد را که رد میشن بگه بفرمایید بالا با هم خوش بگذرونیم، من نمیدونم شاید از 100 تا مرد یکیش نره یا 100 تاش نره، نمیخوام بحث کنم، ولی اگر یه آقا بیسته به 100 تا خانم بگه که بیاد بریم بالا، یه نفرم نمیره. عزیزم مسئله ارتباط انسان ها که شما نمیتونید زن و مرد رو مساوی کنید، ولی که نیست، اونم در یه جامعه مانند ایران که این خط‌کشی ها شده. اگر ایشون مادر شما پسر داشت، اما شما که نمیتونید فرض خیالی بکنید، اگه پسر داشت مخالفت نمیکرد، احتمالا حق با شماست، نه، ولی اون پسره، اون نگرانش نیست. بعدم شما اگر 10 تا فامیل و دوست دارین، یکی برگرده بگه پسر 30 سالم رفت اروپا بگرده، یکی دیگه بگه دختر 30 ساله من با چند تا از دوستاش رفت اروپا، شما من بگید اینا رو مردم مساوی میدونه؟ یعنی چه اعتراضیست که شما دارین؟ حرفتون درسته، ولی نه برای که این مسئله صبر کنین. آخه این موضوع موضوعی فرهنگیه، اجتماعی، واقعیه. برای فرض کنید یه پسر دختر یه جایی باشن، مردم نگران دختر یا نگران پسر؟ بگوان دختر به پسر تجاوز میکنه. آخه ما در طول تاریخ مردی داریم که به دنبال زنه، مردی داریم که برتری فیزیکی داره، مردی داریم که در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط داره، یه زن باید یه مرد رو به درون خودش را بده، مردی داریم که برای رابطه جنسی چیش نمیشه، زن میتونه حامله و باردار بشه. یعنی ببینید عزیز، مسئله این که مثل یه بچه بگید چرا با بچه دو ساله این کار میکنه یا ده ساله، یه جوری 20 ساله، خب تفاوت هست. شما من میگی در یه جامعه سالمی، در یه محیط درستی این چیزا نباید باشه، کاملا حق با شماست، ولی این جامعه جامعه ایرانی، این پدر و مادر پدر و مادر ایرانیه، این مردمانی که قصه سفر شما رو میشنوند که ایرانی هستند یه گونه به موضوع نگاه میکنند. بنابراین من تعجب میکنم که شما انتظار نه شما مثال زدید، چون ببین عزیز اونجا سیستم استدلالی شما رو من نشون میده که فکر کنید من اگر به جای دختر یه پسر 30 ساله بودم، پدر مادر من هر کاری که با او میکردن باید با من میکنم، حتما نه. حالا شما اصلا مسئلتون با پدر مادرتون مسئله سفره، نمیخوام اصلا یه جسارتی بکنم، اصلا سفر اینه، غالب اوقات سفر هیچ یه چیز تو خالی است، غالب اوقات مثلا فقط سفر به خاطر اینکه من میخوام اینجا نباشم، حالا خیلی چیزای دیگه هم ممکنه توش باشه، ولی معنای خاصی نداره که انسان اون رو به عنوان محرومیت بشناسه. محدودیت بله، ولی نه محرومیت که اینقدر بزرگ و مهمش کنه. علاوه پدر و مادر شما اگر آدمای مضطرب و نگرانی هستن، حتی شما وقتی مدرسه هم میرفتید ناراحت بودن. آقای دکتر، سرجو به این که الان محیط ایران یه جوری هستش که خیلی اونطوری که خب نسبت به جای دیگه ما واقعا تفکیر چندانی نداریم و شرایط فشار روحی روانی خب خیلی زیاده بیشتری توی ایران. خب واقعا ما فقط تایمایی که با دوستان هستیم و همین مسافرت ها با هم نه یواشکی گولم نزنید. اینکه شما با دوستان هستید و خوب هستید و خوش هستید و اینا عالیه، ولی مسافرت یه دفعه از کجا در اومد؟ چرا فکر می‌کنید ایرادی داره این موضوع؟ بلکه شما یه دختر خانمی هستید که تشمیم برید در یک کشور دیگه یا تو یه شهر دیگه، توی هتل باید جوان پسر یا دختر باشید، معلومه متفاوته. تو خانه شما اگر 4 تا پسر دختر بیان، مواظب هستن که اتاق خوابا اینا چه جوری باشه، دخترها اینور بخوابن پسرها اونور بخوابن. شما چرا یه دفعه به این نتیجه رسیدید که پسر و دختر در شرایط مساوی در روابط اجتماعی هستند؟ این از کجا در اومد؟ نه من لزوما اعتقاد رو ندارم، من فکر میکنم که دقیقا داری با سن و سالی که دارم اصلا هیچ ارتباطی به سن و سالتون نداره. خب من با یه دختر 20 ساله تفاوتی ندارم. حتما داری، از این نظر همه جوره داره. برای چی آدم باید بری یه جایی که باید حتما یه نوعی منیجمنت رو در کارش داشته باشه عزیز؟
ببینید شما خود ببینید رشته شما چیه؟ اونجا هم ریاضی نباشه. این چه استدلالی است؟ شما یعنی به این نتیجه رسیدید که آنچه که میان زن و مرد هست مساوی است؟ یعنی یه جامعه ای اونم مانند ایران به اینجا رسیده که هرچی برای پسره برای دخترم هست؟ خب شما هیچ کنم از پرسش های من جواب ندادید که اگر یه پسر و دختر 18 سال داشت باشید نیمدن برای هر روزا یه جور ناراحتید؟ به من جواب ندادید که اگر یه مردی، خب پس برای که تفاوت هست. شما چقدر دختر میبینید؟ شما اصلا نگاه کنید به آمار از در حتی امریکا، از 1000 تا ریپ تجاوز به عنف 997 تاش از جانب مرد است نسبت به زن، 3 تاش یه زنیست دختریست که یه جوری خودشو به پسر تحمیل میکنه. 997 در مقابل 3 در طول تاریخ چی بوده؟ تو محیط اجتماعی چیه؟ در یه جامعه مانند ایران این برابری وجود داره؟ بنابراین پدر و مادر شما دارن حرفی میزنن که محیط داره میگه. به من میگید محیط اشتباه است و غلطی، با تون موافقم. به من شما میفرمایید پدر و مادر مضطرب و نگرانی دارن. بعد پدر و مادری که نسبت به این موضوع اهمیت داره. بعد یواشکی یه سفر رو اینجا مطرح کرد. شما به من بگید در جهت درس خوندنم، کار کردنم، کنار دوستان بودنم، رفت و آمدم بدون دلیل مخالفت میکنه، میفهمم. ولی من میخوام برم اروپا با چند تا مثلا پسر و دختر. این چقدر تو ایران معمول من؟ نه من اصراری به این ندارم که با زمان پسر برم مسافرت. من صرفا با دوستای همجنس خودم، مثلا من با خواهرم خیلی راحت میتونم برم مسافرت، مشکلی ندارم. مسئله خواهرتون مخالفتی نمی کنن. بسیار عالی، پس حل شد. سفر میخواید تشبه با خواهرتون برای شما. اگر با 3 تا 4 تا دختر صبر کنید، 3 تا 4 تا دختر برید، اون 4 تا مادرم بیان کنار مادر شما، 5 تایشون به این نتیجه رسن که 5 تا دختر ما میخوان برن سفر، احتمالاً شاید موافقت کنه. البته پرسش هست که این چه ضرورتی داره، ولی حالا اون به کنار. چون من خودم زمینه افسردگی دارم آقای دکتر، و این موضوع در کنار دوستان بودن خیلی به من کمک کرده. این چطور بود؟ خیلی خب، منم اصلا با تو مخالفتی ندارم، ولی اینا رو نه تغییر محیط نده. نه برای بازی عزیزم، شما توی کدام مطالعه اینو نشون میده تجربه؟ من افسردگی دارم، تغییر محیط و تجربه یه جایی که غریبم، ناآشنا هستم، تازه استراب و نگرانی رو بیشتر میکنه، افسردگی رو تشدید میکنه. از کی تا حالا آدم ها اگر پاشتن اومدن اروپا که زبان نمیدونن، آدرس نمیدونن، گیجن، گمن، گرفتارن، یه ساعت دنبال این یا اون میگردن، احساس امنیت و آرامش رو بیشتری میکنن؟ شما چرا فکر میکنین عقلتون رو میخواید برای اثبات چیزی که واقعی نیست رو به کار بگیرید؟ در آقای دکتر شما داشتین میفرمودین که من باید صرف نظر بکنم از این موضوع، و من سوالی که داشتم این بود که آقای دکتر، خب من واقعا الان یکی از انگیزه‌هایی که برای ازدواج دارم اینه که خب شرطی برای فراهم بشه که خیلی راحت‌تر بتونم که به علایقم برسم و کارهایی که دلم میخواد رو انجام بدم، ولی این رو دوست ندارم. یعنی این که به این دید نگاه کنم به ازدواج خیلی من رو اذیت میکنه. برای همین نه بذارید من بفهمم اتون. برای که حرف شما این است که من یه سری کارا رو میخوام بکنم که معمولا به من میگن بعد از که ازدواج کردی با همسر راحت و آسوده میتونی اون کارو بکنی، ولی من این رو نمیخوام بپذیرم؟ نه آقای دکتر، میخوام اینو بگم که دوست ندارم که یکی از دلایل و هدفهای ازدواج کردنم این موضوع باشه. نه سب کنید عزیز. آخه شما برای خودتون میشه به من بگید رشته تحصیلی و تخصصتون چیه؟ من پزشکی مولکولی خوندم. اوکی، ببینید عزیز، بذار من شاید آدم ها ازدواج میکنن. اصلا من بعد از بحث اقتصاد وارد بحث خانواده میشم تو جامعه سالم. آدم ها ازدواج کنن، یک دلیل اولش مسئله اقتصادی بوده در طول تاریخ، دلیل دومش رابطه جنسی بود، دلیل سومش تشکیل خانواده و داشتن فرزند بود، دلیل چهارمش یه
احساس تداوم و استمرار و امنیت در زندگی. مورد پنجمش پذیرش مقبولیت اجتماعی است. امروز معتقدن که ازدواج فرصتی میده برای که دو تا آدم بتونن اون تفاوت ها رو که تبدیل به جدایی و تنهایی شده به هم مرتبط کنن و دلایل دیگه. معلومه که آدم ازدواج میکنه به دلیلی. یکی از دلایلش معلومه که داشتن رابطه جنسی، یکی دلایلش هم آزادیه. حالا شما و همسرتون تصمیم میگیرید، نه به عنوان یه دختر در خانه پدر و مادرتون. بنابراین اینکه شما بگید من دوست ندارم که یکی از دلایل من برای ازدواجم باشه، اولا یک واقعیت دوست نداشته باشه، چه اهمیتی داره؟ یعنی بگید اگر من بتونم این ور اون ور سفر برم، تمایل من به ازدواج کمتره، چون خودم میتونم این ور اون ور برم. ولی اگر به من میگن تو نمیتونی سفر بری داخل خارج، پس منو دارم پوش میکنم برای ازدواج و دوست ندارم این دلیل من برای ازدواج باشه. معلوم ازدواج به انسان امتیازاتی میده، فرصت ها و فایده هایی میده، همجاست که معلوم ازدواج میکنه و شما دوست نداری، خب نداشته باشه. آخه ببینید چقدر نگاه شما شخصیه برای خوده که من برگردم میگم مردم ازدواج میکنن برای داشتن رابطه جنسی، نه من دوست دارم با هر کی دلم خواهد رابطه جنسی داشت باشم، این علت نباشه من برم ازدواج کنم. اینا مسئله اصلی هست، ولی من کمتر کنیدم که من چون میخوام برم سفر خانواده من موافقت نمی کنن، پس من مجبورم ازدواج کنم که برم سفر. آیا حتی نقش 2% هم در انتخاب مردم و تصمیم مردم برای ازدواج داره؟ احتمالا نه. تازه داشته باشه، خب معلومه هر چیزی با خودش هزینه داره، پیامد داره، نتیجه داره، هر چیزی اختیار داره، مسئولیت داره. میتونم واقعیت‌های دنیای ماست. برای از که بسیاری از کارهایی که شما میخواید بکنید به مجرد ازدواجتون میتونید به راحتی انجام بدید. و نمیتونید بگید که چون من الان محرومم از انجام اون کار، پس سبب میشه که من به این دلیل بخوام ازدواج کنم، من دوست ندارم که این دلیلم یا جزء دلایلم باشه. خب حذفش کن. خب منم دقیقا به همین دلیل میخوام که یک سری چیزها رو خودم تجربه بکنم و بعد تجربه ای نداره، مسافرت تجربه خاص نیست. یعنی شما میگین که اصلا من تک و توده ای ندارم. مثلا من وقتی میخوام برم مسافرت و میخوام اینو در میون بذارم با پدر و مادرم، در نهایت میگن که اوکی برو، ولی تا زمانی که تو برگردی ما مضطربیم، ما استرس داریم. هم حرفشون درسته، هم کمی حرفشون درسته، هم حق بازیه، هم میخوان سبب بشن شما هم نرید. شما اگر فکر میکنید استراحت و نگرانیشون بی خودیه، بهشون بگید مضطرب هستید که باشید، استرس دارید، منم میرم سفر. شما که میتونید همه چیز داشته باشید. میکنم که دقیقا بی خودیه. چی بی خودیه؟ فکر میکنم که این استراحت خیلی بیش از حده. خب ولی بی خودی نیست. آدم ها وقتی مضطربن عزیز، آدم ها ممکنه از سگ بترسن، از رانندگی بترسن، از نمیدونم واکسن بترسن. من از شما این بود که انتظار و توقع من انتظار بی جاییه یا حتما بی جاییه اونها بیش. عزیزم چه فرقی میکنه؟ نه اونها به خاطر حرف من از عزیزم استراب اونها یه واقعیتی است که مربوط به ویژگی روانی و شخصیتی و شرایط جامعه ایران در ارتباط با فرزندان. کاملا اینو متوجهم. وقتی پدر مادر مضطربن شما با اون بسازید، درست بس که پدر مادر شما با سوادن یا بی سوادن، پول دارن یا بی پولن، ما با اون باید بسازیم. من فرض کنید که آخه این مسئله رو حل نمی کنه. ببینید شما اشکال کار نگاه علمیتون اینه که این مسائل درست و غلط و خوب و بدن، درست و غلط و نه، مسائل یه طیف خاکستری هست. تو زندگیم هیچ وقت بچه هم قرار نبوده نگران این ورانور یا سفرشون باشم، هرگز هم دخالت نکردم. حتی وقتی کوچکتر بودن حرف من این بود که شبها هر وقت آمدید بیاد، یه شرط داره، منو بیدار نکنید، برای که هم بچه های خوبی هن، هم دوستای خوبی دارن، هم جای خوبی میرن، هم کارهای خوبی میکنن، پس من چه جایی نگرانی دارم؟ همینطور من هم همچین فردی هستم برای خانواده هم، یعنی از این نظر کاملا من اعتماد دارم
منتها این استراب همیشه کار رو خراب کرده. خیلی خوب کردن، ولی که هستن مادر و پدر شما مستربن هستن. این یک. دوم، شما همچه کسی نیستید. شما برای که الان یه بحثی با من میکنید که من میخوام تجربه کنم سفر رو، اصلا برای من خنده داره. تجربه ای نیست چیزی رو. مثل که بگید من میخوام تجربه کنم مثلا سوار دو چرخه بشم، یا من میخوام تجربه کنم مثلا یه روز برم توی خیاطی کنم. آخه این چیز با ارزشی نیست که من میخوام همه رو به هم بریزم. شما بگید من دلم میخواد برم سفر، میفهمم، دوست دارم، میفهمم، فکر کنم ببینم چه خبره. بعد نگاه میکنید میبینید پدر مادرتون آدم های مضطرب و نگرانی هست. اگه میتونید نگرانی اونا رو قبول کنید برید، اگه نمیتونید بشینید. ولی به من بگید چیزی از دست میره؟ اگر مانع شما برای درستون میشدن، ورزشتون میشدن، ارتباط با دوستانتون میشدن، تماشای تلویزیون میشدن، حتی من میگفتم خب از خط خارج شدن. ولی در یه جامعه مانند ایران بعدم شما حرفتون این است که من میخوام برم سفر و اینو تجربه کنم، گویی موضوع مهمیه. من نمیخوام درباره علایق یا سلیقه های آدم ها بحث بکنم، ولی نشدم نشد، یعنی نیاز روانی انسان نیست که سفر بره. چون برای من موضوع مهمی تلقی میشد. خب برای شما موضوع مهم، من اصلا اونو انکار نمی کنم عزیزم. اولا موضوع مهم اینه که ببینید ما تو دنیایی هستیم که مقدار ملاک داریم، همینجوری شخصی که نمیشه گفت برای من مهمه. نباید باشه اینقدر، برای که موضوع اونقدر مهم نیست، برای که یه دنیاییست، یه سیستمیست، هزار تا جنبه داره و اینا کنار هم، یکی ارزشش 2، یکی 7، یکی 35، یکی 90. شما که نمیتونید یه چیزی که کم ارزشه رو دفعه 10 برابر کنید بگید برای من مهمه. ببینید ما آزادی رو داریم، حق انتخاب رو داریم، مشروط به اینکه فقط خودمون با خودمون باشیم. شما در اینجا با سفرتون با خانوادتون در ارتباط، حالا اونا رو باید به حساب بیارید. همونطور که اگر رفتید تو خونه شما نمیتونید تصمیم بگیرید کدام برنامه تلویزیونی رو ببینید، باید ببینید پدر مادرتون یا خواهرتون هم میخوان چیکار کنن. شما روزی که تنها هستید ببینید تو خونه، میخواید تلویزیون روشن کنید باید نکنید، میخواید این برنامه رو ببینید یا اون برنامه. ولی روزی که یه نفر دیگه، هر کی، حتی یه فرزندتون کنارتونه، باید اون رو به نوعی به حساب بیارید. خب شما از یه طرف این آزادی و استقلال رو میخواید قبول، ولی در اونجایی که خودتون با خودتونید. بعدم شما نگاه کنید به 100 تا خانواده ایرانی، 100 تا پدر مادر رو بنشونید، بگید شما یه دختر 30 ساله دارید، راحتید که پاشه تنها با دوستاش بره اروپا؟ نمیدونم 30 تا، 70 تا، 90 تاشون میگن نه. پس مادر و پدر شما عجیب و غریب نیست. ای برگردی بگی من میخوام برم درس بخونم، بگن نه اونجا محیط خوبی نیست، میری درس میخونی دختر بدی میشی. خب موقعی بس از 100 تا پدر مادر ایرانی 99 تاشون میگن این حرف اشتباه. ولی در مورد سفر ای بس ها 30-40 داشتون میگن مام راحت نیست. بله، حالا یه زمانی است که شما یک کاریست که مهم و اساسیست میخواید بکنید به هزینه دیگران، یه زمانی است که سفریست که معلوم نیست. تازه تو سفر هزینه هست، خطرم هست، بی خطر و بی ضرر که نیست. خب اونا هم مسائلیست که سبب میشه حالا ما خودشون هم نرم. شما به مادرتون میگید بیا بریم سفر، میگه نه حوصله پرس کنید این همه رانندگی رو نداره، یا من از پرواز میترسم. آره فهم، من خیلی هم دوست دارم با خودشون هم سفر برم، ولی متاسفانه خودشون خیلی آدم های اهل سفری نیستن و معمولا پیش نمیاد این داستان. خب معلوم حالا چه اهمیت رو دارم. حالا شما من بگید مثلا رفتن سفر، نمیخوام اذیتتون کنم برای که من این بحث رو با دوستان فراوون دارم. ببینید عزیز، تمام مسئله زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است، مهم در درون من. شما از این که نگاه کنید به یه منظره‌ای که خوبه یا اونقدر خوب نیست، مهم اینه که در درونتون چه خبره. من میشه گفتم پشت فرمانی که نشستید اتومبیلتون، چه 1000 دلاری باشه چه 100,000 دلاری، جاده و دوربر یه جوره. مهم اینه که در شما
چه میگذره. شما حرفتون اینه که من اگر برم سفر اون محیط اطراف و دور بر من یه تغییرات خوبی در من به وجود میاره. من فکر کنم این خیلی واقعی نیست، این فقط برای یک کسی است. حرفتون موافقم، فقط دیدن جاهای جدید و محیط های جدید خیلی برای من لذت بخشه. اوکی، برای شما لذت بخشه. حالا میتونم یه حرف بدی بزنم که به شما بگم با بد کسی تلفنی تماس گرفتید. من حداقل به 100 تا سفر رفتم تو کشورهای مختلف. من معمولا از فرودگاه میرم تو هتلم، میرم کنفرانسم، برمیگردم هتلم، برمیگردم شهر، با وجودی که وقتم دارم. این که من از نظر من نمیگم اصلا درسته، این که برم شهری رو ببینم و اینجا این یا برای من اونقدر چیزی درش نیست. اولا همه اینا رو به یه نوعی تو فیلم ها و تلویزیون اینا دیدم. بعدم بسیاری از اوقات ما نمیخوایم چیزی رو ببینیم، میخوایم به بقیه بگیم دیدیم. یعنی بسیاری از اوقات شما میبینید آدم ها سفرشون رو خراب میکنن، مهمونیشون رو خراب میکنن، روابطشون رو خراب میکنن برای که عکس بگیرن، که بعدن بگیرن بشینن و بگن وای ببین ما اینجا بودیم، چه منظره ای، کیا بودیم کیا نبودیم. اشکال کار انسان در بازیست که میکنه عزیز، مخصوصا این دوستان مال ژاپن که میان. من غالب اوقات ما تو شهر بیورلی زندگی، اینجا یکی از بهرحال شهرهای برجسته امریکاست با یه امتیازات خاصی. خیابون رودیو داره که معروف ترین خیابون شاید بشه گفت این شهر، یا به یک اعتبار بعد از فیفت اونیوی نیویورک مثلا معروف ترینه و جایگاه خودش رو داره. شما میبینید تمام این دوستان که میان تمام مدت دارن عکس میگیرن. از نظر من بسیار از من اصلا شهر رو نمیبینن، خیابون رو نمیبینن، فقط که دلشون خوشه که بعدن برگردن توی فرض کنین ژاپن این عکس ها رو به همه نشون بدن ما کجا بودیم. این دقیقا درست مانند کسی بود که عاشق پاپ بود، خیلی دلش خواست پاپ رو ببینه و پاپ اومد کانادا و این رفت اصلا عکاسی یاد گرفت برای که بتونه بهترین عکس ها رو از پاپ بگیره. وقتی بعد از اونجا برگشتن یه عالمه عکس از پاپ گرفته ولی خودش هرگز با چشم خودش پاپ رو ندیده. بسیاری از ما اشکالمون در یه ذهنیتی است که به دلیل از کودکی یا بزرگسالی این موضوع یه جای جالب و جدید یا زیبا رو با خودمون همانند میکنیم، بعد این رو به رخ دیگران میکشیم. به همجاز که فرض کنید اگر یک کسی بیاد به لس آنجلس، من به بسیاری از ما خوشحال میشیم مثلا ببریمش دیزیلند، ببریمش نمیدونم هالیوود، ببریمش کنار دریا و بعدم یه جوری اونجا راجب اینو حرف میزنیم کسی که مثل که ما اینا رو درست کردیم، اینجا رو من به وجود آوردم، مثلا خوشحال میشم. حالا اگر هوا خوب نبود یا اونجا بسته بود من غمگین میشم، مثل که چیزی که من داشتم خراب شده. یه مقداری باید مواظب باشیم که این بازی ها، به یه لغت بدی میخوام به کار ببرم و هشدار بهتونم، این لوس بازی ها برخی از اوقات پایه‌ای نداره، برای که با اینا زندگی نه ساخته میشه نه ویران میشه نه نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی انسان برآورده میشه. این که من بخوام بهانه بگیرم یه مسئله است، این که من یه گرایش‌های خاصی دارم که حال اونو متوجه باشم، اگه بقیه ندارن خب من باید فکر کنم که متفاوتم و غیر عادی. به همین جاست که گفته میشه اگر دیدی همه ماشینا دارن به سمت غلط رانندگی میکنن، یه فرضی هم بگیر شاید منم که دارم وارونه رانندگی میکنم، ولی این همه ماشین وارونه نمیاد. به هر حال حالا مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم. خواستی وقت دیگه سر جان حتما بازم شاید به نظر شما لوسبازی و مسخره بیاد. من الان خب توی شرایط مالی خوبی هستم و موقعیت کنن خوبی دارم، منطقه خانوادم خیلی اصرار دارم روی این که تو نباید خیلی به چشم بیای، نباید ماشینتو عوض بکنی، نباید. خب اونا که دیگه گرفتاری و خب نگرانیشونه، بعدم یه باورهای عجق و عجق خطرناک بد دارن. یعنی مسئله عادی انسان فکر میکنن که
ممکنه که پسرها فکر کنن از پس تو برمیان و تو باید تو نباید واقعا اون قدری که هستی رو نشون بدی، به خاطر اینکه ممکنه موقعیت های ازدواجت رو از دست بدی. بسیار اشتباه میگم. آن پدر و مادر نگرانی ندارید؟ تو توهمات و افکار عجیب و غریبی هستن که اگر تو خیلی خوبی پسرها فکر کنن از عهده تو بر نمیان، تو از اونا برتری و و اینا. خیلی حرفای خالی عزیز، اینا حرفایی است که مال گذشتگان است که بحث ازدواج براشون یه نوع معامله است که در این معامله هر میشه باید گفت دو تا چند تا میشه اگه میخوای بخری، 5 تا اگر میخوای بفروشی، 3 تا. نه اونا که باورهای بی خالی است. حالا شما یه مقداری تو این زمینه، من هم سی دی چرا ازدواج چرا طلاق دارم، 50 باید نباید دارم، انسان و عشق رو دارم، اینا رو فرصت کردید بشنوید. یه وقت دیگه اگر حرفای دیگه خواستید بزنید غیر از سفر، سراغ یه آدمی که خیلی با سفر و منظر میونه نداره نیاید، و اون وقت مایوس‌تر میشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. حالا خاطرم که لاغر توی موضوع دوم با من موافق بودین. غیر ببینید کاملا به هر حال مطمئن باشید الان با این تبلیغی هم که راجع به خودتون کردید، اگر شما به دفتر رادیو زنگ بزنید یه 100 تا تلفن میاد که ما میخوایم با این خانم آشنا بشیم. نه نگران نباشید. بله نه تو دقیقاً همین اتفاق همین هفته گذشته افتاد. دوستی که روی خط آمدند و حرف زدند بلافاصله برایشون خواستگار پیدا شد و حتی یکی دیگه هم گفت که من با اون آدمی که تو خط اومد این حرف رو زد ازدواج کردم. ولی متاسفانه چون تو این کارو بیزینس نیستیم ازش بگذرید به اندازه کافی. من مطمئنم هم خودتون خوبی کامل کنم که چهره زیبایی هم دارم آقای دکتر. ببینید عرض نکردم الان کار من خرابتر و خرابتر شد. بنابراین دوستان باید از طریق معما شما رو در ایران یه جایی پیدا کنن و پیدا خواهند کرد. ای کاش میشد کاری کرد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار. متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.